به نام خدا. سلام بچه ها، روزتون بخیر باشه. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه، حال دلتون خوب باشه، دماغتون حالش خوب باشه، یعنی چاق باشه. و بچه ها، تعطیلی دیروز خوش گذشت؟ به به، امیرعلی، خب خدا رو شکر. اه چرا عرشان؟ تا باشه از این تعطیلی ها باشه که خب تنها در خانه بودین. من این سایز چت ها رو بزرگتر کنم راحت تر ببینم. بچه بعد مثل همیشه تنها در خانه هوملون قرار داشتیم، جایی ها. امیدوارم حالا روزای دیگه بهتر باشه براتون، از جمله امروز. خب ارشان و آبتین سلام. سلام ارشان و آبتین. آرمان و احسان سلام. سلام برنا و امیرعلی تبری. سلام برنا. سلام امیرعلی. آریا و آبتین تیموری سلام به هر دو. آرمان و امید. آرمان با امید سلام به هر دو. هوراد و پرهام سلام. امین و آرمان سلام. و امین، آرمان فرنو سلام. امیرعلی و محمد سلام. امیرعلی سلام. محمد، راما و راد سلام. راما سلام. راد محمد. محمد متین و حسین سلام. محمد متین سلام. حسین، آرمین، ارشیا، سامیار سلام. آرمین سلام. سامیار، ارشیا سلام. ارشیا، بچه من اعلام کنم غایب نداریم، بعد ادامه بدیم. سلام استاد، وقتتون بخیر. خدا قوت. کلاس 1-4 همه حاضره. دوستان عزیز، عرض کنم که آها، دو تا ویدیو گذاشته بودم. بچه‌هایی که ما حضرت این دست رو میارم پایین فعلا، بچه‌هایی که ویدیوها رو دیدن اگه مایلین، آره آرمان دوتا، اگه مایلین بنویسید ببینم ویدیوها رو دیدین. آیا بله بله بچه ها یک میزنن فکر کنم معنی بله داره. متشکرم بچه، ممنون. خب کسی از بچه ها دوست داره راجع به ویدیوها به بچه های دیگه توضیح بده، چیزایی که یاد گرفته یا به حال خلاصه کنه؟ محمد متین میخواد بگه به بچه. محمد متین بگو. استاد بخشید، من یه چیزی میخوام بهتون بگیم. اینکه استاد یه دونه ویدیو بود من دیدم، یه دونه بود که داشتیم قشنگ اون یه نمیدونم دوتا استاد بله شما چهار تا کاربرد بدم شما چهار تا کاربرد اصلی یه دونه رو میخوای توضیح بدی چی بود به بچه ها؟ یا یه دونه این که اصلا میتونیم زبان خودمون رو، زبان خودمون رو به زبان ریاضی تبدیل کنیم، یعنی مثلا گفتار خودمون رو به گفتار ریاضی تبدیل کنیم. اصلا تصویرم دارم، فقط اگه نتم قطع شد اشکال نداره، حالا میدم اگه قطع شد که
اصلا دارین تصویرمو؟ محمد متین تصویرم داری؟ مصور چیرین رو، میتونی مصور تصویر چیرین بدی؟ رو نزدم اصلا. استاد اومد اینم انشاءالله تصویر که رد نشه. بله اصلا بخشی، ما دیگه موهامو خیلی تو هوا. نه من ندارم، حالا عیب بعد نداره، استاد من نه عیب شما نداره، خیلی ادامه معرفه. بده، عیبی نداره. بله الان تصویرت خب هست. محمد متین عزیز استاد، ما هم همینطور آقا، اصلا استاد. بعدش یه دونم این که ما نه یاد گرفتیم خیلی که هم مثلا عالیه. بتونیم وای من ولی رو خیلی فکرم مرتبه، راه چون اصلا مو چهارم ندارن بود که که میگفتش به ما مثلا یه سری شکل میداد و چیزه. ما اون شکلها رو میتونستیم با من فرمولای امروز انعام همین که تو رو مختلف که دیدم دیگه برنده جمع هم هست. هستش حل کنیم بگو و آدرس. براشون انعام بذاریم. و قبلش هم استاد برای الگوهای عددی نظم بدیم و جبر و اونا رو به زبان ریاضی تبدیل کنیم. استاد ببخشید کامل توضیح ندادم. استاد فقط ببخشید، امروز هم تو کلاس یه توضیح کوچیک راجع به اون فرمولای مثلا A و مثبت و اینا توضیح میدین؟ مرسی استاد. خیلی عالی محمد متین، مرسی. نه 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 باش، فقط به خاطر تو باش. فقط بچه ها، اینکه ویدیو گذاشتم میتونه یه خوبی داشته باشه براتون، و اون اینکه حتی ویدیوها رو سعی کنم خیلی تون تون بگم و خلاصه بگم، خب که حجمش زیاد نشه و تایمش زیاد نشه، ولی یه خوبی داره. شما مثلا میتونید دو بار سه بار هر چقدر خواستین، اگه یه تیکش رو اولا وسطش نگه دارین، میتونید یادداشت بردارین هر کاری خواستین، بعدم میتونید دوباره ببینید. یعنی اینکه الان محمد متین گفت اگه چیزی رو خوب متوجه نشد میتونید دوباره گوش کنید. سلام استاد، بعد استاد محمد یه دقیقه متین گفت وایسین اگه الان سوال دوربینم. بکن، دو تا بودش، شاید یکیش رو مثلا ندیدی. خب بعد بچه کسی میخواد به حرفای محمد متین چیزی اضافه کنه؟ خیلی خوب بود متین، مرسی. امیرعلی دوربین هم داری؟ میخوای بیای؟ باش. بعد به بچه ها اومدی، به بچه ها توضیح بده. چیزایی که گفتین، گفتین مثلا ای دو یعنی اون عدد ضرب در دو، خب اگه بعدش هم شما مثلا برای الگوها گفتین مثلا الان یه الگو توی کتاب هم هستش یک سه پنج، خب این چون دوتا دوتا هی اضافه شده میایم میگیم ان دو یعنی چی؟ یعنی شمارش ضرب در دو بعدش منهای یک، یعنی مثلا شل دومش سه تا دونه داره میشه شمارش ضرب در دو میشه چهار تا، منهای یک دوباره میشه سه تا. این هم شما گفتین و یه سری سوالات هم بود مثلا میگفت ای یه دوم یعنی یک دوم ای، یا مثلا میگفت یه دوم ای منهای یک یعنی یه دوم ای مثلا منهای یک یا به علاوه دو، اینجوری بودش و هم مطالب دیگر. بله ممنون استاد، خداحافظ. بسیار بسیار متشکرم، مرسی امیرعلی، خداحافظ. بچه کسی میخواد سلام چیزی استاد. اضافه کنه؟ مثلا یکی دوتا کلمه بود، اگه اون استاد کلمه من ها یه چیز دیگه ایم که اشاره هم یادم که از شما اشاره گفتیم کنیم این بودش کافیه، که یکی دوتا کلمه. متغیر و ذریع، بعد کسی اگه متغیر میخواد اون آفین آشاتی، حرف، آفین اگه بعد دوربینم اون بدید ذریع کافیه. هم عدده، مثلا پنج. سلام، استاد ضریبش آفرین، چاره خیلی و خوبه. متغیرش بچه هم دنبال این دو... اینه. آره دنبال این دوتا کلمه میگشتم بچه ها، که آپتین گفتش، بله حرفای بچه ها رو کامل کرد توی عبارت جبری. مثلا 4n آپتین ضریبش چنده؟ n متغیر یعنی چیزی که هی تغییر میکنه.
خیلی خوب بود آبی، ممنون. الان تو سوالایی که بچه میریم حل میکنیم، میبینیم اونجا برای کلمه معنی اگه وی پی آن متغیر رو بدم بهتر با مترجم بدم میشه. مرسی آبتی، خیلی عالی بود. خب مشکل. آرمینم مثل اینکه یه چیزی میخواد اضافه کنه. صحبت های آرمینم گوش کنیم، بعد بریم یه فعالیتی اونو با هم انجام میدیم. آرمین بگو. استاد ما دو تا عبارت داریم، بله، ممنون میشم. یه دونه عددها و حروفشونه، اینجا من یادداشت کردم، و یه دونه هم ضریبشونه که مثلا ضریبه اون عدد اعداد، بله، حروف ها هم که مثلا وای ای این است. بعد یه چیزی هم داره، یه ویژگی هم داره عددهای جبری، که ما میتونیم مثلا چون من اینکه نتم ضعیف حساب کنم بکنم آرمین دوربینش رو باید ببنده استاد. اینترنت. آره درسته آرمین، باش استاد، اینکه مثلا بگو بگو صفحه بگو. نتم خوب شد، بذاری روشن کن. آره، باشه، اینکه ببند مثلا دوربین. ما یه عبارت به ما میدن بتونیم به شکل فارسی بنویسیمش، یا اینکه یه چیز فارسی به ما آفرین، خیلی خوبه، مرسی مرسی آرمین. خب خیلی خوب بود، یه مرور کردیم سریع. بچه یه فعالیتی میخوایم انجام بدیم. برای انجام این فعالیت چک نویس لازمه، چند تا محاسبه، البته محاسبه های ساده ای ها، ولی حتما بنویسیم که در واقع اشتباه نشه. خواهیم محاسبه انجام بدیم، پس یه کاغذ بیارین. منم اینو بیارم. از این بچه ها یه صفحه جدید میارم. کار ساده ایه خب، ولی گفتم بنویسید که دچار اشتباه نشیم. من میخوام الان ذهن شما رو بخونم تو این فعالیت، یه ذره فانه. میخوام ذهنتون رو بخونم بچه ها، اگه بتونم. حالا چیکار کنیم؟ هر کسی دو تا عدد یه رقمی غیر منفی، منفی نباشه، حالا هر چی بود فرق نمیکنه، یه رقمی باشه در نظر بگیریم. دو تا عدد، هر کسی دو تا عدد یه رقمی انتخاب کرد، بعد یکی از این عددها رو به دلخواه ضرب در پنجش کنید و جوابش رو بنویسید. مثلا اگه یکی از عددتون هفته، الان بعضی میگن عدد ما هفته، میشه 5 هفته 35. خب حالا لازم نیست هفت بگیرین و هر چی که بود، بعد جوابشو به اضافه 3 کنید. مثلا اگه هفت گرفته بودیم، 5 هفته 35 تا، بعد به اضافه 3 میشه 38. بعد بچه ها جوابش رو دوباره ضرب در 2 کنید. مثلا در مورد، حالا بزنید یه عدد راحت تر بزنید، مثلا اگه کسی 1 بذاره، 1 5 تا 5 تا، به 3 میشه 8، 2 8 16، مثلا میشه این. خب بعد حالا این عدد آخریه که پایین به دست اومد، مثلا در مورد عدد من، مثال من 16، این عدد رو یادتونه اولش دو تا عدد بود دیگه، این دوتا رو با هم جمع کنید و یه عدد آخرش رو بگید، عدد نهایی رو به دست بیارید. پس چی شد؟ یه بار دیگه
دو تا عدد یه رقمیه که منفی نباشه انتخاب کردید، یکیش رو ضرب در 5 کردید، بعد جوابش رو به اضافه 3 کردید، دوباره جوابش رو ضرب در 2 کردید، بعد عددی که به دست اومد با اون یکی عدده جمع کردید. خب الان من یکی یکی بچه ها رو صدا میکنم، این عدد سلام آخریش رو استاد، به من وبکم بگه، من باز کنم. یعنی عددی که اینجا به دست اومده رو به من بگه. خب به طور مثال سلام استاد، مثلا آبتی میتونه دوباره بیاد؟ عدد آخر آبتی من 17ه. آره، چون اصلا باید من از توی چشمات باید بخونم که عددات چنده. سلام مجدد آبتین، عدد آخرتو میگی چند شده؟ 17. خب بچه ها من چشمای آبتون رو که نگاه میکنم میبینین چه چشم چپ و راستش تقارن داره، این بله معنیش استاد، اینه که دو تا عددی که انتخاب درست کرده در واقع حاضر. یه عدد اومده کلک زده، یه عدد خوش انتخاب کرده و عددش یه عدد فرده، و اینجوری که من در مورد چهره آبتی میبینم عدداش جفتش هم یکه، یک و یک انتخاب کرده. مرسی آبتی، متشکرم. خب یکی دیگر بچه هایی که دورمین میتونه سلام بده استاد، دستشو بیاره بالا. سلام استاد، عدد من شد 43. خب امیرعلی بیاد ببینم. امیرعلی خیلی چند روزم ندیدم، دلم تنگ شده برات، بیا ببینم. بله سلام امیرعلی. خب امیرعلی من چهرت رو دارم نگاه میکنم، توی چشمت یه عدد فرد میبینم یه عدد زوج. امیرعلی وایتا وایتا وایتا، این امیرعلی خیلی زنگی میخواد منو، یعنی گول بزنه من نتونم پیدا کنم. من دو تا عدد چهرت فرد رو دارم میبینم، نگاه میکنم، توی یه چشمت یه عدد فرد میبینم یه عدد یکی زوج. از این عددهای فرده اون یکی عدد وایسا زوجه، وایسا میخواد وایسا، اختلاف کنم. این امیرعلی خیلی زنگی میخواد منو، یکی از یعنی عددات گول داره بزنه من نتونم پیدا هفت کنم. باشه دو یک. تا عدد فرد میبینم. درسته استاد، مرسی خب ممنون. یکی از این عددهای فردت با اون یکی عدد فردت 4 تا اختلاف داره. یکی از عددات امیرعلی فکر میکنم 7 باشه، یکیش هم 3 باشه. مرسی ممنون، متشکرم. ممنون که درست محاسبه میکنین که منم بتونم درست از شما حس بگیرم و اینا، برای همین گفته بودم بنویسید رو کاغذ که اگه اشتباه کنید منم سلام اشتباه استاد، میکنم. صدا من خب دارید؟ بچههایی که میتونن دوربین بدن که من از چهرهشون بفهمم، امین رازقندی، امین بیا ببینم. بچه ببینم من استاد راز من اول امین عددی که به دست رازقندی رو آوردم میتونم بگم، بفهمم. استاد من عددی که به دست آوردم آخر 24 بوده. بله هم صدا تو هم تصویر تو اولین بار من میبینم، اصلا من امروز چقدر خوشحالم. بگواره بچه امین انقدر که پسر خوبیه خواسته منم اذیت نشم، عددهای ساده انتخاب کرده، یکی از این عدداش فرده، یکیش هم زوجه. عدد فردش کوچکترین عدد فردیه که آدم میتونه انتخاب کنه، عدد اشتباهه، زوجش هم من عددی بزرگترین که به عدد دست زوج آوردم یه رقمیه 6 که بوده. میشه انتخاب نه کرد، ببخشید استاد، یعنی من یکی یقه از قاطی کردم. عدداش آره استاد هشته. درسته، من قاطی کردم. لبخند رو تو چهرهش بله، ببینید، یکی یقه از من عددی عدداش هم که توی فکر میکنم کاغذ که یک نوشتم یه باشه. 6 اونجا بودش و گفتم 6. آره استاد درسته. آره درست بیدش. آره. مرسی امین. میخواست آره امین میخواستی یه لحظه کلک بزنی ها. خب مرسی امین. یکی میاد
یه نفر دیگر هم بگیم، بعد بریم راجعش حرف بزنیم چه اتفاقی داره میفته. کی بیاد بچه ها؟ حسین بیاد؟ سامیار بیاد؟ بچه ها میبینید دست کی بالاست دیگه؟ خب تو چت بگیم دوستان کی بیاد. من یعنی مرد، مرد بیاد. سامیار، آرمان یه بار نوشتی. آرمان چند بار می نویسه؟ برای اینکه حال آرمان رو بگیریم یه بیان فرق غیر سامیار رو بیه. خب بزنیم ببینم تصویرم نه. آها آرمین نصیب زاده برنا بیاد. من فکر کنم چت سنگین شده، مال من هی هنگ میکنه. بچه تون تون پیام ندین، فکر کنم چت سنگین میشه. من دوربینم رو اولا ببندم. من قاطی کلا هنگ کرده، وایسین الان میام. بزنین اول دوربینم رو ببندم. بعد چت ها رو یه ذره چیز کنم. سلام بچه، من اومدم. من اول چت رو بزن یه ذره خلوتش کنم. کلیر چت ندیم، بعد سایزش هم بزنید 16 تا دیده بشه. خب دست کی بالاست؟ آرمان ارتافی. آرمان باش. سلام. آرمان دوربین میتونی بدی؟ سلام. اگه میتونی بدی بیا. آقا من یه عدد سخت انتخاب کردم. سلام 17 آرمان میلیون و عزیز. 231 هزار و 332 آرمان عدداتو بگو ببینم. بله بفهم. خیلی نامردی. ای آقا بگو ببینم حواسم چند. نبود، ببخشید. نه عدد یه رقمی حتما باید انتخاب بکنیم آقا. آقای 17 میلیون، تو سه عدد یه رقمی گفتیم انتخاب کنیم. خب آقا من بگم، خب یه عدد یه رقمی هم نده انتخاب کردم. نده، حالا گفته بودیم یه رقمی باشه دیگه. حالا تو انتخاب کن، دوباره میارم. خب یکی تو انجام بده فعلا. بچه کی میاد؟ آریا ترابی. آریا دوربین میتونی بدی؟ بیا ببینم آریا. آریا الان دارم تلاش میکنم که به دوربین بدم چیز، یعنی اصلا صدا تو بیارم. آریا نمیدونم، نمیتونم. بذار ببینم پرهامو میتونم. فکر کنم باز شلوغ خلوغ شده اینجوریه. هنگ میکنم همش. آریا الان فکر کنم تونستم بفهم. الان میتونی بیای آریا؟ فکر کنم همون سامیار سالبانو بر فکر کنم.
سلام بچه ها، سلام مجدد. من اینترنت هم چک کنم باشه. الان آقای هر کی میخواد بیاد دوربین بده دستشو بیاره بله. یکی از بچه ها بیاد. محمد متی اومد یه بار فکر کنم. نه آره تو اومد. یکی از بچه های دیگه بیاد تا حالا تو بگو محمد متین عدد تو. استاد ما پسر بدیم، تو الان کی هستی؟ سخت انتخاب کردیم استاد، انقدر سخت که اصلا نمیتونی حتی حدس بزنیم. باشه ببینیم حالا شما کی هستی؟ مستقیم محمد متین، محمد متین شما ای بگو ببینم. استاد عدد آخر تو بگو. بله، استاد دوربینم الان میدم. استاد عدد آخر -4. عزیزم گفتم مثبت باشه که پسر بعد. اوسه نه گفتیم خیر، منفی گفتم هم منفی باشه. نباشه. حالا محمد مدی یه چیزی تو نقاشی میکنی؟ آها گفتیم منفی نه نه نمیشه یا گفتم گفتیم منفی منفی باشه. نباشه. تو نقاشی میکنی؟ نباشه. استاد سید جلالی. بومه نقاشی خود پشت سرشه فکرم نقاشی استاد سید جلالی. سلام ارادت. بابا بومه استاد من یه تذکری بدم. آقایون هی توی چت ننویسن من. استاد میبینم هر وقت که نیاز باشه صداتون رو وصل میکنم. این که هی چت میکنین من نمیفهم معنیش یعنی چی. احتمالا آره اگر یه بار بگن کافیه. اگر هم که هرجور حالا شما استاد سلام میده اگه نیاز ما چت رو ببر مرد یه مرد رو بگید بیاد اینجوری میگه ولی یه بار بگن کافیه. نه استاد نه خوبه اوکی ممنون. استاد نفر اولم منو صدا نمی خب یکی کنه. از یه نفر دیگه هم بیاد آخرین نفر انجام بدیم. کی میخواد بیاد دستشو بیاره بالا. وای چقدر دست کنست قسمت اینه من بیام دیگه. آرمین خودتو میگی؟ خب تو یه بار آخه اومدی. بذار سامیار بیاد. فکر کنم سامیار ما رو هک میکنه. بذار بیاد یه وقت ما رو نفرین نکنه. بیا سامیار. بله. آره واقعا تصویرم بده. هفتاد و هفت بودم. هفتاد و هفت. خب من تصویرت آها سامیار میگه. آره راست میگه. خب سامیار لطفا تکون نخور. خب من چشاتو دقیق بتونم نگاه کنم. یه ذره چشاتو باز کن. آها آها خوبه. یه ذره بازتر بازتر یه ذره. نمیگم بخند که فقط میگم چشاتو باز کن. میخندی نویز میندازه نمیشه. خب سامیار الان که چشاتو باز کردی من توی یکی از چشات یه عدد فرد دیدم. توی این چش این ورید تو چش سمت چپت یه عدد فرد دیگه دیدم. خب یه ذره دوباره باز کن یه ذره کوچولو باز. آها یکیش یک اون گوشه یک دیدم الان. بعد این چشتو ببند یکیشو یکیشو ببند. آها حالا اون یکی رو باز کن. خیلی زیاد آقا نمیشه دیگه. باید کمک کنی تو این کار. حالا همراهی کن اون یکی رو که خوندم اونو ببند. آها حالا اون یکی رو باز کن. درست. خب اون یکی هم فکر کنم عدد 7 باشه. سامی یا ممنون مرسی که تونستم باید ارتباط برقرار کنم عدد تو حدس بزنم.
متاسفانه خوب اومدید. خب بچه حالا شما بگین به نظر شما چه اتفاقی داره میفته، چه جوری پیدا میشه؟ بچه این شد 1 و 7. بچه تو چت بنویسید نظرتون. نه ما بگین، نه بگین چه جوری پیدا میکنید. آرمین آفرین، امید ببینید چی گفته. آفرین امید. بچه ببینید امید میگه با عبارت جبری به دست میاد. ببینم کشف میکنی چه جوری امید. این تیکش خوب بود. آره بچه نظرتون رو باز بنویسید. امید گفته با یه فرمول، راد گفته با راد. اگه راست میگی خب چجوری باید باید جبری میشه؟ خیلی ساده. سلام استاد. امین بیا بگیر حالا بگم. من امین راز غنیم استاد. خیلی آسانتر لازم به جبری هم نیست. بچه ها امیرعلی خیلی یه چیز خوب نوشته استاد. میام هم عددی که داریم ما از راه برعکسش میریم، در راه یا جمع که کردیم و برعکس کنیم. راحت درست میاد. بگو ببینم. آها بچه ها امین پس راهش اینه، میگه که من برعکس عمل کنم میتونم به دست بیارم. خیلی هم خوب. بچه ها امیرعلی ببینید چی نوشته، خیلی بعید از امیرعلی همچین چیزایی نوشتن، عجیبه ولی چیز قشنگی نوشته. ببینید فکر کنم یکی کمکش کرده. استاد میخواستم یکی استاد من به خدا خب امیرعلی میخواد یه چیزی بگه بشنبید. نه مادر پدرم خواهرم که استاد کوچیکترن، زیاد این چیزا یعنی از خاطرشون رفت. امیرعلی ببینید خودم هم فقط نه مثلا تو درسای علوم مادر پدرت از خود کوچیک‌ترن؟ نه استاد، ولی خب دیگه مثلا این شور دقیق درس هفتم و اینا که دیگه استاد حضور ذهن ندارم. خب مادر پدرت از خود کوچیک‌ترن؟ بله استاد، خدا و مغز من با هم همیاری کردن و خب ولی تنها نیستی، خدا که باهاته که. استاد من اومدم گفتم که خب استاد دو تا عدده میگیریم ایکس و وای. خب بعد استاد اومدیم خب امیدید حالا یه چیزی که نوشتی میخوای توضیحی بدی؟ این عددی که به دست اومد در رو استاد ایکس منهای وای همون گفتین آخر به علاوه اون عدده کنیم، من منها کردم. بله. بعدش استاد گفتین فکر کنم ضرب در دو کنیم. حالا یه لحظه بعد استاد ضرب در دو کنیم، من اومدم تقسیم کردم دیگه. بعد استاد بله. اومدین گفتین که به اضافه 3 من اون اومدم منهای 3 کردم. بعد گفتین ضرب در 5 من تقسیم بر 5 کردم. استاد عدد اگه اعشاری در بیاد ایراد از چیز دیگه، ایراد از کسی که حل کرده، واسه همین مطمئنه عدد صحیح در میاد، واسه همین کار ساده است. درسته. خدایی بچه ها امیرعلی خیلی خوب گفت، بعید از امیرعلی انقدر خوب جواب بده معمولا. خیلی خوب گفتی امیرعلی آفرین. امیدم بچه گفته عبارت جبری معکوس. خیلی جوابای خوبی داریم میدی. راستش رو بخواین من الان نمیخوام جوابش رو بگم بهتون که چجوری پیدا میکنم، ولی چیزایی که گفتین خیلی خوب بود. میخوام یه ذره تو عبارت جبری بریم جلوتر. به من تصویرام بدم. میخوام تو عبارت جبری یه ذره بریم جلوتر که بعد این چیزایی که امیرعلی الان نوشت مثل دانشمندا نوشتش، ایکس منهای وای به اضافه یه کارهای عجیب غریبی کرد که بهتر متوجه بشیم. باشه پس امروز راجعش حرف نمیزنیم، فقط میخواستم همین چیزی که الان بعدیاتون رسیدیم بهش برسیم. با عبارت جبری بچه همین که گفتین خیلی راحته، خیلی راحته، واقعا راحت هم نیست، ولی با عبارت جبری میشه راحت حلش کرد. برای همین من خیلی سریع میتونم بگم
حالا خودم یه ذره طولش میدم علکی به بچه ها میگفتم چشت رو به من باز کن اینا، اوناش که علکی بود ولی خیلی صدا، در یک ثانیه میشه جواب داد. حالا بعد که راهش رو گفتیم و خودتون دوست داشتین تو خونه میتونین اجرا کنین، مثلا برادر بزرگتر یا کوچیکترتون عددش رو پیدا کنین. الان ولی راجعش میخوام حرف نزنیم، یه ذره درس رو برین جلو بعدن. استاد من اصلا جبر رو نفهمیدم. محمد متین هنوز شروع نکردیم، دی تازه الان میخوایم شروع کنیم. فقط یه چیزی، تو از اون ویدیوها یکی شو دیدی دیگه، بعد دوتاشو ببینی، بعد اگه لازم بود مثلا فرض کنید اون قسمتش که سخت تره دو بار یا سه بار ببین، باز اگه اشکالی داشتیم وقت تو کلاس با هم کار میکنیم. ولی ویدیو خوبیش اینه که هر چند بار بخوایم میتونیم ببینیم. استاد دومی رو هم ناقلا وسط کلاس که نباید بری ببینی که، الان با ما باش. خب دوستان لطفا کتاب ریاضیتون رو بیارید، کتاب ریاضی، کتاب کار نه، کتاب ریاضی صفحه 28ش رو بیارید با هم ببینیم چیه. صفحه 28 اولین صفحه درس فصل 3 که راجع به جبر و معادله حرف میزنه. بچه ها خوب فهمیدن که من اون در واقع شعبده‌بازی رو در واقع حالا بخوایم اسمش رو بذاریم با جبر و معادله حل میکردم. اولین قسمتش راجع به الگوهای عددیه. حالا محمد متین با ما همراه باش، هر چه که متوجه نشدی بگو من همونجا توضیح بدم. میگه که ظل دوشک عددهای مختلف داره، دوچرخه کشتی، محیطش رو شما به دست بیارید. برای اینکه بچه ها یادشون بیاد لطفا اول بگین محیط مستطیل چجوری حساب میشه، بچه ها تو چت بنویسید. امید گفته زل ضرب در چهار، آبتین گفته زل ضرب در چهار، آریام گفته چهار، فکرم گفته ضرب در چهار، آره درست. خب پس با این حساب اگه ضلع دوشک چهار باشه بچه محیطش چند میشه؟ برنا گفته 16، درست. بچه اگه 6.5 باشه اندازه ضلع محیط چقدر میشه؟ 26 میشه، بچه ها میگن 26. اگه ضلعش 5 و خورده 5 و 1/3 باشه ضلعش چند میشه؟ آریا گفته 21 عدد صحیح، 21 ممیز 3. امید گفته 21 عدد صحیح و 1/3، آره درسته. بچه 5 و 1/3 رو اگه بخوایم ضرب در 4 کنیم میدونین دیگه باید عدد مخلوط به کف تبدیل بشه، میشه 16/3 ضرب در 4. بعد ضرب کسر به 4 یه مخرج 1 میدیم و میشه 64/3. اگه همین 64/3 هم کسی بنویسه درسته، 64/3، ولی اگه به عدد مخلوط تبدیل کنیم میشه 21 عدد صحیح و 1/3 که بچه ها گفت. راد گفتش، برنام گفت. بچه ها حالا برعکس محیط داده 32، ضلعش چقدر میشه؟ امید چقدر سریع تایپ میکنی، میشه 8. بله بچه ها همه 8 درسته. اگه 20 باشه چقدر میشه؟ امین گفته که 5، درسته؟ حالا اگه ضلعش A باشه محیط چند میشه؟ امین گفته 4A، امیرعلی گفته بکنم خواسته بگه 4A. حالا هر کی لطفا یه بار جواب بده که چقدر سنگین نشه، مرسی. آره پس میشه 4 ضرب در A که برای راحتی کار بچه 4 ضرب در A و می نویسن 4A. یادتونه دیگه قبلا گفته بودیم بین عدد و مثلا حرفی یا عدد و پرانتز اگه علامتی نبود معنی ضرب داره، 4A همون 4 ضرب در A. من چطا روی زده سبک کنم بعد بریم ادامش. کلیر چت، دوباره تصویر رو بریم داشته. بچه ها بریم سوال پایینیش، فعالیت پایینی بریم چیه. میگه که آها یه الگوی شکلیه،
ابتدا شکل پنجم و ششم رو رد کنید. خب شما یا رد کردید یا الان رد میکنید. من دیگه برای سرعت کار رد نمیکنم، فقط میرم سراغ جوابا. چی گفته؟ شکل یک چند تا دایره داره بچه ها؟ یه دونه دیگه. آره. شکل یک یه دونه دایره داره، شکل دو چند تا داره؟ سه تا. شکل سه پنج تا، شکل چهار هم هفت. بچه شکل پنج چند تا داره بریم سید بر من؟ هفت تا داره، هفت تا داره. شکل پنج نه تا داره، محمد متین گفت نه تا. شکل شیش چند تا داره؟ رامان میگه یازده. خب بعد سه تا نقطه میزنیم، یعنی همینجور ادامه داره. شکل N چند تا داره؟ امید میگه N ضرب در دو منهای یک. پس دو ضرب در N منهای یک. خیلی عالیه، خیلی خوب. بعد کسی برای همین سوال دو الگوی دیگه مثلا با N میتونه جور دیگه بگه؟ جور دیگه گفته کسی؟ امید آها آره آره چرا چرا بهتر نیست؟ امید میگه که خب بنویسیم دو N. راست میگه، بنویسیم دو N منهای یک. خیلی هم عالی. بریم پایینیشو ببینیم. محمد پوزرد میگه مرد، یه مرد رو بیاریم. خب بچه بعدیش یه تونه تابستان شبیه اینا رو داشتیم، الگوه چوب کبریتیه. خب شکل یک سه تا چوب، اونم پنج تا. شکل سه چند تا داره بچه ها؟ تو چت بنویسید. محمد سریع تو هم تایپ کن. میگن هفت. مرسی محمد. شکل چهار چند تا؟ بله امیرعلی و امید و اینا گفتن نه. بچه شکل پنج محمد متین میگه یازده. محمد متین همینا میشه عبارت جبری دیگه، پس نگران نباش. گفتی من نفهمیدم. شکل شیش میشه چند تا؟ راد میگه 13 تا. شکل 7 آرمی میگه 15 تا. 8 برنا میگه 17 تا. بعدی هم که لابد 19 تا. بعدی هم 21. آره بله بچه ها میگن 21. حالا این جمله مهمه. با توجه به الگویی که در جدول مشاهده میکنید توضیح دهید چه رابطه ای بین شماره شکل و تعداد چوب کبریت وجود داره. بچه اینو آره با N نوشتین شما الان، قبوله اینایی که با N نوشتن، ولی اینجا فارسی میخوایم. گفته توضیح دهید. خب اگه بگیم دو N به اضافه یک توضیح نیستش، توضیح شو چی بنویسیم؟ دو ضرب در به اضافه یک. چه رابطه بین شماره شکل و تعداد چوب کبریت؟ از کلمه شماره استفاده کنید. امین میگه شماره شکل ضرب در دو. خیلی خوب بود امین، آفرین. امیرعلی هم میگه شماره شکل ضرب در دو به اضافه یک. عالیه. خب من همینی که گفتین رو می‌نویسم، منتها چون توضیح خواسته فارسی می‌نویسم. بچه‌ها گفتن شماره شکل ضرب در عدد دو اضافه عدد یک. خیلی عالی. خب حالا با n میخوایم بگیم. میگه شکل n تعداد چوب کبریت به عطف n بنویسی. آره حالا اونی که بالا گفتین همونه، یعنی دو n به اضافه یک. آفرین. ببین محمد متین همین فارسیه که نمیشیم شماره شکل ضرب در دو به اضافه یک، اینو میان به عبارت جبری میسیم. شماره شکل ضرب در دو یعنی دو n به اضافه یک.
اینجوری بنویسم. n ضرب در 2 به اضافه 1، بعد راحت ترش میشه 2n به اضافه 1. خیلی خوبه. بعد شکل بیستم چند تا میشه بچه ها؟ آها بچه ها پیشا پیش گفتن. امیرعلی یه بار جواب بده. امیرعلی خوبه. آبتین، آرمین، محمد متین درسته؟ محمد متین خوب جواب میده. آرمین درسته. بچه شکل بیستم میشه 2 ضرب در 20 اضافه 1 که میشه 41. خیلی خوبه. این میشه یکی از کاربردهای عبارت جبری. اونجایی که n میذاریم میشه عبارت جبری. آها بعد یه چیزی محمد متین بیا یه سوال ازت بپرسم. بله متین ببین، من الان با رنگ آبی فارسی نوشتم، نوشتم شماره شی ضرب در دو به اضافه. خب بعد با رنگ سبز با عبارت جبری نوشتم. نوشتن کدومش راحت تر به نظر؟ آره دیگه خیلی کوتاهتر و ساده تره. آره پس میبینی یکی از کاربردهای عبارت جبری اینه که ما بتونیم راحت تر بنویسیم و منم اون سوال سخته رو همون ذهن شما رو بخونم و با چی راحت حلش میتونم؟ با عبارت جبری راحت حالش میتونم. حالا من چیم تا اینجا که اومد خوب اومدی؟ خب همینجوری خوب بیا، یعنی هیچ مشکلی نیستش، درکشم راحت میتونم. اصلا کلا تو فیلماتون که میگفتیم من یکم اونا هم نرسیدیم دیگه، هم چیزی نگفتم که مثل مختار 90 دفعه نگاه کن فیلم ها رو دوباره نگاه کن، مثل فیلم های تکراری سر و سیما هر 15 دفعه میذاره. برو نگاه کن. آره تو برو نگاه کن، بعدا من شماره کارت میفرستم برات که چیز دیگه مثلا اینا رو بالاخره دیدین فیلم هایی که شبکه های خانگی میری نگاه میکنی و پول پرداخت کنی، من شماره کارت میفرستم، پول هر چند دفعه که دیدی یه پولی برام برید. باشه؟ آره استرپی. خب ببینیم امیرعلی چی گفته. من خیلی جبر رو آها امیرعلی جبر هم تو رو دوست داره. آره راست میگه، جبر درس نسبتا خوبیه چون هم خیلی سخت نیست باشه بخوان، بعد باش خیلی کارهای خوبی میشه انجام داد. آره اصلا من سوال دارم. حس خوب امیداری، من هم مثل تو این احساس رو دارم. اصلا آره حالا امیدوارم که بهترین درس باشه. آره خب استاد یه سوال، مگه دوتا نمیده جلو؟ نمیده. اصلا کی با تو بود؟ الان مثلا ما شکل 20 رو بخواه نمیشه گفتش مثلا 2 ضرب در 20 40؟ کی تو؟ باشه حالا بگو. خب آها خب چرا دوتا میره جلو؟ خب ولی همش یه منهای یک داره دیگه. حالا چرا؟ مثلا شکل یک، شکل یک رو نگاه کن، اگه ضرب در دو کنی خب میشه 2، ولی اینجا گفته ولی 3 تا چوب کبریته، پس همیشه برای اینکه تعداد چوب کبریت درست در بیاد یه به اضافه یک داره. خب ببین سامیا اگه خوب گوش کنی این به اضافه یکی میدونی از کجا وجود داره؟ نگاه کن شکل اول رو میبینی، یه دوتا دوتا میره جلو، یه دوتا داره. خب این یکی رو ببین، این یکی دوتا داره. خب شکل بعدی آه این دالار رو میبینی، همشون دالار ده دوتا، ولی همش یه دونه آخرش داره که ما اصلا خط نکشیدیم روش. میبینی اون یه دونه از اول بوده تا آخرم هست. در فعالیت بالا محیط یک مربع به دل A برابر 4 ضرب در A مساوی 4 A است. حرف A سامیار این پایین رو میخونی تو کادر رو؟ چی؟ یک؟ متغیر نامیده میشود. در جبر متغیرها نمادهایی برای بیان عددهای نامعلوم یا مقادیر غیر مشخص. متغیر آره. حالا ما چرا فیل
ویدیو رو بری نگاه کنی، ترجم هم کردم، من کلمه دیگه متغیر رو رفته اونجا هم گفتم. خب چون اونجا بعد خیلی چی بگم دیگه دقیقتر توضیح نمیدونم. دادم که چیه، چند تا مثال دادم دونه دونه فلش گذاشتم. خب چقدر خوب خون. آها آه. متغیر کلمه نیست که شما زیاد شنیده باشین، ولی حالا بالاخره چند باری شنیدیم تو عمرتون. سامیار ولی میخوام بگم خیلی خیلی دوست تند و دارم، خوب ولی خوندی، مثلا چیز هم خوندنت خیلی خوبه. کتابو بچه های گرفتی، خیلی ولی مثلا میخونن، اونهایی که گیر میکنن توش. خیلی الان خیلی کتابو خوب یا آموزش خوندی، بلد کتاب شده زیاد خیلی خوب. میخونی؟ خیلی همه مرسی. استاد آقا اصلا نظرم راجع مثلا به تو یه سوال، عوض شد. تکلیفمون ساعت 28 و 29 آقا چقدر خوب، یعنی عوض شد، منظورم این که بدتر اصلا شد ساعت چی داشت 28 و بهتر. 29 سیه استاد، نه شما بگی استاد. سامیا تنبل بازی در نیار دیگه. خب باز رفت در واقع تکلیف، بل کن تکلیف کن. بچه ها ببینید، سامی گوش کن الان. بچه ها ببینید، این که سامیار گفتش که متغیر، بعد این متن رو خون. خب گفتش که تو فعالیت بالا، الان فعالیت بالا رو نگاه کنیم ببینیم متغیر یعنی چی. الان فرمول محیط مربع بچه چی بود؟ 4a بود دیگه، یعنی زل ضرب در 4. شما وقتی می نویسین 4a، اون 4a هیچ وقت عوض نمیشه، همیشه هر مربعی باشه با هر زلی ضرب در 4 میشه. چه چیزی تغییر میکنه؟ زل مربع تغییر میکنه، یعنی همه مربعه که زلشون چه میدونم 5 یا 4 یا 8 نیستش که. پس زل تغییر میکنه، چون تغییر میکنه بهش میگن متغیر. سامیار متغیر یعنی چیزی که هی در حال تغییره، هر زلی بدیم هی تغییر میکنه، ولی 4 همیشه ثابته. به 4 میگن ضریب. من اینجا مینویسم ضریب یعنی چیزی که ضرب میشه. به ای میگن این 4 ضریبه، به ای هم میگن متغیر، یعنی چیزی که هی تغییر میکنه. تشدیدم داره، من تشدیدشو نداشتم. بریم سوال بعدی رو ببینیم. صفحه بعد چرا وقت داریم؟ 6 دقیقه. خب بریم صفحه بعد. آها اینجا گفته راجع دایره حرف زده و محیط و مساحتش. خب بچه ها سریع یادآوری کنن مساحت دایره چجوری حساب میشه، بنویسن تو چت که بچه های دیگه هم یادشون بیاد. آره اینترنت سامیار خوبه. آره خب امید با عبارت جبری نوشته آر ضرب در آر ضرب در 3 - 4. خب بچه ها فارسی چی؟ فارسی میتونیم بنویسیم. آها محمد فارسی نوشته شاو ضرب در شو ضرب در 3 - 4. فکر کنم از شوا بوده دیگه. محمد باحال نوشتی شاو ضرب در شو. آن راد دیگه فارسیش کرده. آقا فارسی رو پاس بداریم. راد نوشته شعار ضرب در شعار ضرب در. بچه ها شعار رو به طور خلاصه بچه ها اونجا آر گذاشتن دیگه. آره امیرعلی هم درست نمیشه. بچه ها آر گذاشتن، یعنی میشه بنویسیم آر. چرا ببینید تو خود شکلم شعار رو آر گذاشته، ضرب در آر ضرب در 3 - 4. بچه ها آر مخفف کلمه ریدیوسه، ریدیوس فکر کنم اینجوری باشه. حالا نه کاری نداریم دیکتش چجوری، ولی به هر حال اون آر اولش که شعار به انگلیسی گذاشتن برای چیز. بچه ها محیط چجوری به دست میاد؟ آرمان نوشته رادیوس دو آر ضرب در. امیرعلی خیلی خوب نوشتی. بچه فارسی می نویسی به جای دو آر؟ امیر یه بار بنویس، تکرار نکن. هرشیا میگه قوز ضرب در 3 - 4. خیلی خوبه. آره بچه بعد همینجور که هرشیا گفت قوز رو دیگه، قوز رو به ریاضی چجوری بنویسیم؟ ریاضی با عبارت جبری. قطر رو با عبارت جبری چی بنویسیم؟ امید گفته دو آر. آفرین بچه. وقتی شعا آر باشه قطر میشه دو آر، شعا ضرب در دو. کاملا درسته.
پس برای پایینیش بنویسیم عدد پی ضرب در دو ضرب در آر. این دو ضرب در آر بچه یعنی چی؟ یعنی همون قطر، چون شعا ضرب در دو میشه قطر، شعا ضرب در شعا میشه شعا به طب... میشه مجذور شعا، ولی شعا ضرب در دو میشه قطر. خیلی خوبه. چقدر وقت داریم؟ 4 دقیقه. بریم بچه تمرین پایینی رو ببینیم. یه نمودار کشیده، نمودار مقابل چه کاری انجام میداد؟ فارسی بنویسید. تنبل بازی در نیاریم، با عبارت جبری بنویسید. عبارت جبری مال تنبل است. فارسی بنویسید. آره امیر علی میتونیم بنویسیم 3 × 14 ضرب در 2 آر. آره درست. امید باحال نوشته، نوشته جبر را پاس بداریم. نخیر امید، جبر مال تنبل است مثل تو. فارسی بنویسید فعلا. بچه این ماشین، این دستگاه چی کار میکنه؟ این نمودار فارسی بنویسید آقایون. سوال پایینی ما آها. چی هر عدد رو با 7 جمع. آره. راد خوب گفته، فقط کلمه اولتو نفهمیدم. راد آرمان میگه عدد بالا را با عدد چی مثلا جمع. آره، با عدد مثلث، که عدد مثلثش 7ه. آرمان هم خیلی باحال گفت، اینکه گفت مثلث خوب بود. مثلث هر چیزی حالا میتونه باشه. عدد خوبه. یه جمله بهترین جمله که دیدم این بود. کی نوشته اینو؟ وایسا آرمان جمشیدی گفته عدد ورودی را با 7 جمع میکنه. خیلی خوب بود، عدد ورودیه خیلی عالی بود. من همینو می‌نویسم. چون یه عددی وارد دستگاه میشه دیگه، پس من می‌نویسم عدد ورودی را با عدد 7 جمع میکنه. خیلی خوب بود آرمان. پس با این حساب اگه منفی 7 وارد بشه بچه چی خارج میشه؟ آره 0 خارج میشه. بعد اگه 1/2 باشه چی میشه؟ چی خارج میشه؟ عدد ورودیمون 1/2، عدد خروجیمون چی میشه؟ 7 و 1/2. آره 7.5 هم میتونیم بنویسیم. 7.5 هم میشه. اگه A وارد بشه چی خارج میشه؟ آره امیرعلی میگه ای به اضافه 7. محمد اشتباه نکن، 7 ای نیست ها، این چیزی که بچه ها نوشتن ای به اضافه 7 درسته. آره این اشتباه رو نکنید، 7 ای نه، 7 ای یعنی 7 برابر بشه، یعنی ضرب در 7. پس بچه ها میشه ای به اضافه 7 و اصلا 7 ای نیستش، 7 ای نه. خب خیلی خوب بود، این اشتباه هم اشتباه خوب، اشتباهی به درد بخوره. اینا بچه ها پایینی رو ببینید، این دستگاه چیکار میکنه بگین. یه دقیقه وقت داریم، زود بگیم. فارسی باید بگی آریا. 4B هم آم 4B درسته ولی فارسی بگی. عدد ورود، امیرعلی گفته عدد ضرب در 4. خیلی خوبه. آره این ورودیه خیلی کارمون رو میندازه. امیرعلی گفتش که عدد ورودی ضرب در عدد 4. خیلی عالیه. پس با این حساب بچه ها مثلا اگه منفی 3 ورودیمون باشه خروجیمون چند میشه؟ زود بنویسی. آفرین برنا میگه منفی 12، من مینویسم. بعد اگه 3 باشه چی میشه؟ برنا میگه 12. بچه حالا برعکس، اگه منفی 8 خروجیمون باشه چی وارد شده بوده که حالا منفی 8 خارج شده؟ آرمان جمشیدی میگه منفی 2. و اگه 12 خارج شده باشه عدد ورودیمون چنده؟ آیا ترابی میگه 3. خب پس اگه بی وارد بشه چی خارج میشه؟ آفرین 4B. خیلی کارتون درست. پس من میرسم 4 ضرب در B یعنی همون 4B. عالیه. خب بچه چون فرصت تموم شده من بیام ازتون خدافزی کنم. اولا مواظب خودتون باشین، دوما بچه تکلیفی که دیروز گذاشته بودم که حل صفحه 18-19 نه ها کم بود، 3 صفحه بود، 28-29-30 کتاب همین ریاضی
که الان نصفش حل کردیم اینو کامل بنویسید و اگه فرستادین که هیچی، چون تا امشب وقت باشه، اگه نفرستادین تا امشب وقت داریم بفرستین. بعد نکته مهم، اگه کسی ویدیوها رو ندیده امروز بره ببینه، بعد 12 تا سوال تستی آخرش، خب اون 12 تا رو لازم نیست جواب بدین بفرستین، ولی جواباتون رو کاغذ داشته باشین، مثلا سوال یک گزینه الف، سوال دو گزینه مثلا جیم هش، بعد فردا انشالله اونا رو با هم حل میکنیم. که اگه جوابش نداشته باشین وقت بپرسم نمیتونیم بگین، پس جواباش رو کاغذ داشته باشین، نمیخواد بفرستید ولی خودتون داشته باشین. سلامت باشید، خیلی خوب بود کلاستون، مثل همیشه. دست نباشین استاد، خدا حافظ، خدا نگهدار، خدا سلامت باشید. سامیار خدا نگهدار.